سلام، در این ویدیو ما را همراهی کنید. حمله طالبان بر بند سلمای هرات، خشم هزاران پاکستانی بالای امرالله صالح، بیش از 200 کشته در یک روز در کشور و تیرباران کردن 100 غیر نظامی در اسپین بولدک قندهار توسط طالبان. مشروع اخبار. منابع محلی در ولایت هرات از یک حمله ناکام طالبان بر پاسگاه‌های محافظتی بند سلما خبر دادند. طبق گزارش، دفتر رسانه‌های والی هرات اعلام کرده که از حمله گسترده جنگجویان گروه طالبان بر پاسگاه‌های محافظتی بند سلما در ولسوالی چشت این ولایت جلوگیری شده است. در خبرنامه دفتر والی هرات آمده است که جنگجویان گروه طالبان روز گذشته جمعه 1 اسد پس از ماین‌گذاری مسیرهای منتهی به بند سلما، حملات تهاجمی گسترده‌ای را بر پاسگاه‌های محافظتی این بند سازماندهی کرده بودند. به نقل از خبرنامه، در کمین نیروهای امنیتی و دفاعی 2 طالب کشته و 5 طالب دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی 4 حلقه‌ماین دستساز را که قدرت تخریب آن بالا گفته شده است، کشف کردند. نیروهای امنیتی و دفاعی ماه گذشته مرکز ولسوالی چشت را تخلیه کردند. در حال حاضر تنها بند سلما در کنترل دولت است و باقی تمام ساحات ولسوالی چشت را طالبان تحت کنترل دارند. ولسوالی چشت با ولایت‌های ناامن غور و بادغیس مرز مشترک دارد. بند سلما در این ولسوالی بارها مورد حملات طالبان قرار گرفته است. چندی پیش نسبت به حملات طالبان بر بند سلما و تخریب آن هشدار داده شده بود، اما عبدالصبور قانع والی هرات گفته بود که هیچ تهدیدی متوجه بند سلما نیست و اگر هم وجود داشته باشد نیروهای امنیتی و دفاعی آن را دفع خواهند کرد. بند سلما به هزینه حدود 290 میلیون دلار توسط کشور هند روی رودخانه هری رود ساخته شده است. این بند ظرفیت ذخیره 633 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 میگاوات برق را دارد. خشم هزاران پاکستانی بالای امرالله صالح. امرالله صالح با یک پست هزاران پاکستانی را خشمگین ساخت. امرالله صالح معاون ریاست جمهوری کشور در صفحه فیسبوکش چنین نوشت: هزاران فعال پاکستانی پیشروی‌های طالبان را جشن گرفتند و این امر باعث شد که من تصویر ذیل را در صفحه توییتر خیش نشر نمایم. در این عکس که از سال 1971 است، جنرال پاکستانی به اسم نیازی سند تسلیمی که رسما هم به عنوان سند تسلیمی درج شده است امضا می‌نماید که به اساس آن 100,000 نیروی اردوی پاکستان تسلیم هند گردید. من گفتم ما چنین سند ننگین در تاریخ خیش نداریم و هرگز نخواهیم داشت. از دیروز بدین سو شماری از وزرای اسبق، سرمایه‌داران مشهور به شمول مالک یک بانک خصوصی که تحصیل یافته آمریکاست، خبرنگاران مشهور پاکستان و اعضای جامعه پاکستان گفتند منتظر باش که جسدت را در پای برق کشال ببینیم. دیگری گفته است که طالبان به عنوان طرفداران صدیق پاکستان یک بار به شما درس عبرت دادند و نجیب را از پای برق آویزان کردند. فقط چند وقت دیگر نیاز است که شما را دوباره سبق بدهیم. لطفاً به توییتر من رفته ببینید که چه مقدار حس انزجار و انتقام پاکستان در برابر این خاک و مردم دارد. اگر کسی کوچکترین شک هم داشته باشد به یقین مبدل می‌گردد. یک از فعالان پاکستانی که دکترای خیش را از آمریکا گرفته است نوشته: طالب را پرورش دادیم که شما و نظامتان را به خاک یکسان سازیم تا دیگر به اسم افغان نمک حرام در همسایگی چیزی نداشته باشیم. با هویدا شدن هرچه بیشتر چهره و نیت دشمن بر ماست که عزم ما را محکمتر نماییم. طالب رسوا و ناکام می شود. فقط زمان در میان است. روزهای خونین افغانستان، 235 کشته در روز. افغانستان روزهای خونین را پشت سر می‌گذارد. آمارهای ثبت شده در میدان جنگ نشان می‌دهد که همزمان با خروج نیروهای خارجی از کشور، میزان خشونت و درگیری افزایش یافته است. بر اساس این آمارها، از اول ماه می تا 15 جولای سال جاری، بیش از 2900 رویداد امنیتی در سراسر کشور رخ داده است. در نتیجه این رویدادهای امنیتی، بیش از 17600 نفر از جنگجویان طالب، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته شدند. بر اساس معلومات آکلد، میانگین تلفات در جریان 2.5 ماه گذشته به 235 نفر در روز میرسد. این بیشترین آماری است که در جریان ماه‌های اخیر در کشور به ثبت رسیده. خشونت در کشور در حالی اوج گرفته که دولت افغانستان و جامعه جهانی بارها از طالبان خواستند آتش بس کنند و مذاکرات صلح را به شکل جدی به پیش ببرند. به این خواسته ها اما تا کنون لبیک گفته نشده و درگیری ها شدت گرفته است.
است و تازگی رئیس جمهور غنی گفته که طالبان اراده‌ای برای برقراری صلح ندارند. از این رو طرحی روی میز دارد که بر اساس آن وضعیت امنیتی 3 تا 6 ماه آینده تغییر خواهد کرد. این گفته‌های رئیس جمهور با واکنش تند طالبان مواجه شده و آنان هشدار دادند که مسئولیت هر گونه تحول نظامی در 6 ماه آینده به دوش رهبران دولت افغانستان است. آمارهای پروژه داده‌های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه یا ACLED نشان می‌دهد که میزان خشونت‌ها از اول ماه می تا 15 ماه جولای افزایش یافته است. بر اساس آمارهای نهاد، در جریان 75 روز گذشته 2903 رویداد از درگیری، انفجار، حمله هوایی و شورش رخ داده است. این آمار 2170 درگیری، 610 انفجار و حمله هوایی، 123 مورد خشونت مستقیم علیه غیر نظامیان را شامل می شود. در نتیجه این خشونت ها 17621 تن کشته شدند. کشته شدگان نیروهای امنیتی، جنگجویان طالب و غیر نظامیان را شامل است. به این ترتیب میانگین تلفات به 235 نفر در روز می رسد. بر اساس این آمارها و بر اساس زونها نشان می‌دهد که بیشترین میزان درگیری در حوزه جنوب، شرق و شمال شرق کشور رخ داده. طبق معلومات این نهاد، در جریان 75 روز گذشته، ولایت‌های نیمروز، اروزگان، هلمند، قندهار و زابل شاهد 426 مورد درگیری، 120 مورد انفجار و 18 مورد حمله مستقیم بر غیر نظامیان بوده است. در جریان 2.5 ماه گذشته در این مناطق 2410 تن کشته شدند. ولایت‌های شرقی کشور نیز شاهد رویدادهای امنیتی زیاد بوده است. بر اساس آمارهای آکلت، ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان در جریان 2.5 ماه گذشته شاهد 266 مورد درگیری، 76 مورد انفجار و 16 مورد حمله مستقیم به غیر نظامیان بوده. در این رویدادها 1764 تن کشته شدند. ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لوگر و خوست نیز آرامش نداشته و شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب بودند. طبق معلومات این نهاد، در این ولایت‌ها 252 درگیری، 73 انفجار و 14 مورد خشونت علیه غیر نظامیان رخ داده است. در این رویدادها 1246 تن کشته شدند. آکلت همچنان گفته است که حوزه مرکزی شاهد کمترین رویدادهای امنیتی بوده. بر اساس معلومات این نهاد، در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غزنی و میدانوردک 197 مورد درگیری، 44 انفجار و 8 حمله مستقیم علیه غیر نظامیان رخ داده است. در این ولایت‌ها 1382 تن کشته شدند. به این ترتیب در حوزه کابل و شمال کابل کمترین موارد امنیتی رخ داده است. در این مناطق 126 درگیری، 55 انفجار و 26 حمله مستقیم بر غیر نظامیان رخ داده است. در این مدت زمانی در این ساحه 833 تن جان باختند. وزارت داخله: طالبان حدود 100 غیر نظامی را در اسپین بلدک قندهار کشتند. طالبان میگویند تبلیغات است. وزارت داخله کشور میگوید که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسپین‌بلدک ولایت قندهار بین 300 تا 400 نفر از خانه هایشان بیرون کردند و در حدود 100 نفرشان را تیرباران کردند. میرویس سنگزی سخنگوی وزارت داخله روز جمعه 1 اسد گفته است که اجساد غیر نظامیان در چوک اسپین‌بلدک و ریگستان دیده شدند. به گفته او غیر نظامیان کشته شده از طایف های مختلف جامعه از جمله ورزشکار، نویسنده، تاجر، وبلاگ نویس و افرادی عادی بودند. آقای سنگزی افزود که مردم اسپین‌بلدک در اطراف خط دیورن زندگی می‌کنند، آدم‌های روشن و وطن دوست هستند و به همین دلیل هدف اول نظامی برای طالبان بودند. سخنگوی وزارت داخله در ادامه گفته است که طالبان این کمیت بزرگ غیر نظامیان را در یک اقدام انتقام جویانه کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با روزنامه اطلاعات روز ادعای بازداشت و قتل غیر نظامیان در ولسوالی اسپین‌بلدک را رد کرد. می‌گوید که دشمن دست به تبلیغات علیه این گروه میزند. مجاهد گفت که دو روز پیش یک دو عضو یک خانواده به طور مرموزی در این ولسوالی به قتل رسیدند که هیچ ربطی به طالبان ندارد. در همین حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که ادعای تلفات غیر نظامیان در ولایت قندهار را بررسی میکند. ولسوالی اسپین‌بلدک چند روز پیش به دست گروه طالبان سقوط کرد. با سقوط این ولسوالی گذرگاه مرزی اسپین‌بلدک نیز به دست طالبان افتاد.
و کشته شدن دو انجینیر پاکستانی سلاح لیزری طالبان در هلمند. وزارت دفاع ملی از کشته شدن دو انجینیر مسلکی طالبان که تابعیت پاکستان را داشتند در ولایت هلمند خبر می‌دهد. وزارت دفاع ملی می‌گوید که دو انجینیر مسلکی طالبان که تابعیت پاکستان را نیز داشتند به همراه چندین تن از جنگجویان این گروه در حمله هوایی نیروهای هوایی در مرکز ولایت هلمند کشته شدند. این وزارت امروز شنبه 2 اسد اعلام کرده که روز گذشته قوای هوایی در حومه‌های شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند طالبان را هدف قرار دادند. 14 جنگجوی طالبان به شمول 2 پاکستانی که انجینیران مسلکی سلاح لیزری بودند کشته و 2 تن دیگر از آنان زخمی شدند. وزارت دفاع همچنین گفته که در عملیات نیروهای هوایی کشور در مربوطات ولسوالی نادلی و مارجع ولایت هلمند 15 جنگجوی طالب به شمول 1 فرمانده مهمشان به نام حنفی کشته و 11 تن دیگر از آنان زخمی شدند.